خب چطور باید دیگران رو ببخشید؟ بخشیدن به معنی اینه که نسبت به شخصی فیض دارین اگه فیضی دریافت نکرده باشید نمیتونید نسبت به دیگران فیض داشته باشید اگه با بخشیدن مشکل دارین یعنی با دریافت بخشش مشکل دارین بسیار خوب با اینکه به سراغ ده فرمان میریم اما قبلش کتاب مقدستون رو باز کنید تا لغا با به هفت و با هم بخونیم اسم این مجموعه پیغام ها هست رابطه از طریق ده مورد برتر خداوند پس داریم میگیم خداوند ده فرمان رو به ما داده من ایمان دارم که اصلی در پس هر یک از ده فرمان خداوند وجود داره که به رابطه ها مربوط میشه این هفته میخوام با شما درباره اصل محبت و عشق صحبت کنم به سراغ فرمان ششم خواهیم رفت در باب 20 کتاب خروج آیه سیزده میخونیم قتل مکن توضیحی درباره این فرمان بهتون میدم این فرمان با کسی رو نکش فرق داره کتاب مقدس نمیگه کسی رو نکش در نسخه کینگ جیمز از کلمه کشتن استفاده شده ولی تفاوتی بین قتل و کشتن هست قتل به معنی اینه که وقتی حق ندارید جان کسی رو بگیرید ولی گاهی نیروهای ارتش، دستگاه های و یا نیروهای دولتی که در جنگ شرکت دارن جان کسی رو میگیرن ولی این با قتل فرق داره حتی کتاب مقدس به مجازات مرگ اشاره کرده بنابراین درک کنید ما امروز در آمریکا آزادی داریم چرا که مردان و زنانی برای آزادی ما جنگیدن و اونا از قانون شش خداوند سرپیچی نکردند چون اونا کسی رو به قتل نرسوندن متوجه شدیم؟ بسیار خوب اسم این اصل رو گذاشتم اصل محبت دلیلش اینه که محبت نقطه مقابل قتل به دلیل اینکه کتاب مقدس قتل و نتیجه نفرت میدونه میخوام اینو به شما نشون بدم به سراغ لغا با به هفت خواهیم رفت اما اول چند تا آیه رو با هم بررسی میکنیم اول یوحنا با به سه آیه پانزه هر که از برادر خود متنفر باشد قاتل است و بعد واسه اینکه نقطه مقابلش رو بهتون نشون بدم و در مورد اصلی که اینجا بهش اشاره کردیم یعنی قد صحبت کنیم و بهتون بگم که چطور نقطه مقابل قط محبت فرهسی از پنج فرمانی که تا به حال بررسی کردم و در نظر میگیریم و به رومیان باب سیزده های نه میرم همه احکام خدا زنا نکن قط نکن دوزی نکن تمام مورز و هر حکم دیگری در این حکم که همسایت را مانند خودت دوست بدار خلاصه شده است کسی که همسایه خودش رو دوست داره به او بدی نمیکنه پس محبت اجرای کامل تمام شریعته من معمولا سه نکته رو در هر پیغام براتون توضیح میدم اما امروز پنج نکته رو توضیح خواهم داد فقط از الان اینو بهتون بگم که زمان موعظه مثل همیشه است نگران نشید پس حوصله به خرج بدین البته برای اینکه بتونم پایه های بحث و برای دو نکته آخر بذارم مجبورم یکم تون تر این سه مورد اولو توضیح بدم خب قطع نکن من خیلی نگران این نیستم که کسی از اعضای کلیسامون شخصی رو به قطع برسونه من موردی رو از یه خانم شنیدم که همسرش بعد از شهست سال زندگی مشترک فوت شده بود از ایشون پرسیده بودن تو تمام این سالا به طلاق فکر نکردین ایشون جواب داده بود به طلاق نه ولی به قطع فکر کرده بودم طلاق هرگز البته داشت شوخی میکرد بنابراین من نگران نیستم که شما کسی رو به قطع برسونید بلکه نگران چیزایی هستم که میتونه منجر به قتل بشه چیزایی مثل نفرت و نبخشیدن دیگران این چیزا کارایی که شیطان سعی داره انجام بده تا ما رو به این مسیر ببره این مسیر رو به شما نشون میدم باشه نکته اول نفرت باعث قتل میشه نفرت باعث قتل میشه این داستانه یوسف uh, هست پیدایش باب سی و هفت آیه چهار و پنج وقتی برادرانش دیدند که پدرشان یوسف را بیشتر از آنها دوست دارد از او خیلی بدشان آمد پس برادران یوسف از اون متنفر شدند و نمیتونستن با اون دوستانه صحبت کنن یک شب یوسف خوابی دید وقتی خوابش را برای برادرانش تعریف کرد آنها از او بیشتر متنفر شدند پس از یوسف متنفر شدند حالا آیه 18 رو میخونم برادرانش او را از دور دیدن و قبل از اینکه به آنها برسد توته چیدند تا او را بکشند پس برادران یوسف توته چیدند تا یوسف را بکشند چون ازش متنفر بودند در کتاب تصنیه این مورد هست تصنیه باب 19 آیه 11 و 12 اما اگر شخصی با کسی دشمنی داشته باشد و او را عمدن بکشد و بعد به یکی از آن شهرها فرار کند در آن صورت رهبران شهر خودش باید به دنبال قاتل بفرستند که او را از آنجا بیاورند و به دست مدعی خون مقتول تسلیم کنند تا کشته شود چون حکم قتل مجازاتش کشته شدنه این شخص نشون داده که از همسایش متنفر بود و با اون دشمنی داشته برای همین همسایش رو کشته اون شخص با همسایه خودش دشمنی داشته یوشع 20 آیه 5 اگر خانواده شخص مقتول برای انتقام بیایند قاتل را به دست آنها نسپارید زیرا او به طور تصادفی مرتکب قتل شده و با مقتول سابقه دشمنی نداشته پس اگه کسی به قتل رسیده قاتل از اون شخص تنفر داشته و بعد حادثه ای اتفاق افتاده و اون شخص به قتل رسیده نفرت قبل از قتل میاد پس قبل از نفرت چی وجود داره؟ شماره دو خشم قبل از نفرت میاد قبل از نفرتتون از کسی ازش خشمی میشین اولین قتل در کتاب مقدس به خاطر خشم بین حابیل و قائم بود پیدایش باب چهار آیه سه پس از مدتی قائن مقداری از محصول خود را به عنوان هدیه نزد خدا آورد دقت کنید که این محصول نوبر نبود حابیلم اولین بره گله خود را آورد و قربانی کرد و بهترین بره را به عنوان هدیه به خدا تقدیم نمود خداوند از حابیل و هدیه او خوشحال گشت اما قائن و هدیهاش را قبول نکرد قائن از این بابت خشمگین شد بله در آیه هشت در ادامه ماجرا میخونیم بعد قائن به برادرش هابیل گفت بیا با هم به مزرعه برویم وقتی در مزرعه بودن قائن به برادرش حمله کرد و او را کشت خشمگین بود پس برادرش رو کشت میخوام میخوام بگم که خشم یک احساسه و میتونید میتونید خشمگین باشید ولی گناه نکنید آیه ای هست که میگه خشمگین باشید و گناه نکنید پس خشم گناه نیست بلکه کاری که ممکنه با خشم انجام بدید میتونه گناه باشه تا حالا کسی رو دیدید که عادت داره یه دفعه به دیگران پرخاش کنه به بغل دستیاتون اشاره نکنید اه در واقع تا حالا شده یه دفعه به دیگران پرخاش کنید؟ <تصفح> نشده؟ یادتون باشه که اینجا کلیساست پس لازم نیست همدیگر رو نشون بدید پس برای ما پیش اومده که به دیگران پرخاش کنیم چرا شخصی ممکنه خشمگین بشه یا از کوره در بره به خاطر خشمی که حل نشده و درون شما مونده و باعث میشه یه دفعه از کوره در برین اینطور بهش فکر کنین آب در ظرفی ریختین و روی اجاق گذاشین اگه حرارت رو زیاد کنید آب به جوش میاد و سر ریز میشه ولی اگه آبی در ظرف نباشه هر چه قدم که شعله رو زیاد کنید چیزی از ظرف بیرون نمیریزه چون آبی توش نیست من به خیلی رو گفتم دلیل این که ناگهان از کوره در میرین اینه که خشم حل نشده درونتون دارین اگه بتونیم اونو حل کنیم دیگه وقتی مشکلی پیش میاد از کوره در نمیریم چون خشمی در وجودمون نیست که باعث بشه از کوره در بریم پس نفرت قبل از قتل میاد چی قبل از نفرت خشم مورد بعدی رو میگم شماره سه چه چیزی قبل از خشم میاد توهین توهین قبل از خشم قائن از خداوند و حابیل ناراحت شده بود برای همین خشمی شد به قائن برخورده بود که خداوند هدیه ی حابیل رو پذیرفته بود بسیار خوب بذارید چند تا آیه به شما نشون بدم متابه به 24 آیه ده و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یک دیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد چون موضوع بهشون برخورده از هم متنفر شدند هفته یه گذشته درباره این آیات صحبت کردیم جایی که عیسی می گفت نبی در همه جا آبرو و احترام داره به جز در وطن و نزد خانواده خودش درسته بذارید یکم دیگه از اون آیات رو براتون بخونم و بعد راجع به این آیات توضیح دادم مرقس باب شش آیه دو و سه در روز سبت عیسی در کنیسه شروع به تعلیم دادن کرد جمعیت زیادی که صحبتهای او را شنیدند با تعجب گفتن هفته گذشته هم براتون توضیح دادم که این کلمه متعجب شدن در اینجا معنی خوبی نداره منظوری نیست که تحت تاثیر قرار گرفتن بلکه این کلمه متعجب شدن معنی بدی داره نمیدونستم که این هفته هم میخوام از این آیه استفاده کنم اما به هر حال میخواستم بدونید معنی متعجب در اینجا چیه این چیزها را از کجا کسب کرده است این چه حکمتی است که به او داده شده که میتواند چنین معجزاتی را انجام دهد این مگر آن نجار به سر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست مگر خواهران او در بین ما نیستند به این سبب آنها از او روی گردان شدند بسیار خوب حالا میخوام درباره کلمه ای متعجب شدن براتون توضیح بدم معنی لغوی متعجب شدن در اینجا حمله کردن یا کثیر رو زدنه یکی دیگه از معنی های این کلمه اخراج کردن با ضرب است و معنی دیگه این کلمه بیرون کردنه وقتی که عیسی شروع به تعلیم کرد و افراد حاضر دیدن که او حکمت داره از دست عیسی عصبانی شدن میدونین چرا چون ایسا یه نجار بود که در شهر اونا بزرگ شده بود و این واسه دلخوری مردم بود که افراد مختلفی از ایسا پیروی میکردن و اون حکمت داشت در حالی که می دونستن ایسا فقط یه نجاره چنان از این موضوع ناراحت شده بودند که دقت کنید متعجب شده بودند یعنی میخواستن ایسا رو بزنن میخواستن بهش حمله کنن میخواستن اون رو بزنن و از کنیسه بیرون کنن این اتفاق در جای دیگه ای هم رخ داد در لغا باب چهار همین اتفاق افتاده و مردم متعجب شدن الان فرصت ندارم که کل باب چهار لغا رو براتون بخونم در باب چهار لغا میخونیم که عیسی به شهر خودش برمیگرده و به کنیسه میره او کتاب مقدس رو با خودش میبره و شروع میکنه به خوندن از کتاب اشعیا و چیزی که میخونه یه باب در مورد عیسی مسیح او میگه روح خداوند بر من است چون منو برگزیده که انجیل برای نیازمندان موعظه کنم تا چشمان کور رو باز کنم و قلب‌های شکسته رو شفا بدم و انجیل برای اسیران موعظه کنم همه می‌دونستن این پیشگویی در مورد مسیح مشکل اینجاست که بعد از اینکه عیسی این, این کار را انجام داد کتاب و بست و در اصل اعلام کرد که امروز این پیشگویی به حقیقت پیوسته چیزی که چیزی که عیسی به مردم داخل کنیسه. گفت این بود که من شخصی هستم که این آیات درباره صحبت میکنن همونطور که میدونید مردم در اونجا هم دقیقا متعجب شدن و گفتن مگه این همون نجار نیست؟ کسی که از یکی تو خونه من کار کرده بود؟ حالا فکر میکنه مسیحه؟ یه نجار ادعا میکنه مسیحه؟ فکر میکنه؟ فکر میکنه مسیحه؟ حالا دقت کنید لغا با به دو 28 و 29 رو میخونم از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غذبناک شدن موضوع خشم و به یاد بیارین آنها برخواستن و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپهی که شهر بر روی آن بنا شده بود بردن تا او را به پایین بیاندازند خشم چرا؟ چون عیسی مسیح با انتظاراتی که اونا از مسیح داشتن مطابقت نداشت حالا سراغ نکته چهارم بحث امروز میریم امروز در مورد این مسئله بیشتر توضیح خواهم داد پس تا اینجا دیدیم که دیدیم که نفرت قبل از قتله امیدوارم هیچ یک از اعضای این کلیسا به نقطه نرسن که کسی رو بکشن ولی ممکنه بعضی از اعضا از کسی متنفر باشن ولی چیزی که باعث نفرت میشه خشمه قبل از خشم دلخوری وجود داره و انتظارات برآورده نشده قبل از دلخوری قرار داره شماره چهار انتظارات برآورده نشده قبل از دلخوریه انتظارات برآورده نشده قبل از دلخوریه و به،, به این دلیل ازتون خواستم دو باب هفت باز کنین چون این یکی از عجیبترین باب های کل کتاب مقدسه و البته حکمت زیادی در این آیات هست لغا با به هفت آیه 18 یهیا نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور با خبر شد دو نفر از ایشان را اعضا کرد و آنها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا منتظر دیگری باشم میخوام فقط چند لحظه با هم درباره این آیه فکر کنیم یه یا تعمید دهنده از اقوام عیسی مسیحه یحیا تعمید دهنده زمانی که مریم مادر عیسی مسیح عیسی رو باردار بود به نظر الیزابت اومد و در رحم الیزابت مادرش رو با روح القدس پر کرد یحیا تعمید دهنده کسی که زمانی که ایسای مسیح تصمیم میگیره خدمتش آغاز کنه به عیسی اشاره میکنه و میگه ایسای مسیح برای خداونده که گناهان جهانو میبره یحیای تعمید دهنده یحیای تعمید دهنده کسیه که وقتی ایسا میخواد ازش تعمید بگیره به ایسا میگه <تصفيق> <تصفيق> نه من نباید تو رو تعمید بدم تو باید منو تعمید بدی درسته؟ آه آه خب منظور یحیای ده. تعمید دهنده چی بود؟ اینکه تو خدایی تو یکتای برگزیده هستی تو نباید به دست من تعمید بگیری چون تو یکتای برگزیده ایسای مسیح هستی ولی بعد از اینکه ایسا خدمتشو شروع میکنه شاگردان یحیای تعمید دهنده میان پیششو میگن اون کسی که تعمید دادی رو یادته کلیسا راه انداخته و افرادی که تعمید میده از افرادی که تو تعمید میدی بیشترن میگه من بهتون گفتم من مسیح نیستم بهتون گفتم بهتون گفتم من مسیح نیستم بهتون گفتم عیسی مسیح منجی جهانه یه یا چون گفت عیسی یگانه منجی و بره خداونده به زندان افتاد حالا عیسی به شهری اومده که یحیا در اون زندانه اومده و مردم رو شفا میده و حتی فرصت نداره که به یحیا سر بزنه یحیا فکر میکنه نمیشه ایسا منو از زندان در بیاره اون منجی جهانی یگانه پسر خداونده یحیا از شاگرداش میپرسه چند وقته که عیسی اومد اینجا هفت روزه که عیسی اینجاست هفت روز مم. بهش گفتیم که من تو زندانم بله بهش گفتیم برین ازش بپرسین و بهش بگین یه یا پسر خالت میخواد بدونه آیا تو همون ایسای مسیح هستی که قرار بوده بیاد عیسی پاسخ میده برین به یهیا بگین که کوران بینا شدند افلیجان راه میرند ناشنواها میشنوند مردگان برخواستند و انجیل برای نیازمندان موعظه شده و برکت بر کسی باد که از بابت این چیزان ناراحت نیست کسی که به خاطر کارهای من دلخور نشده خیلی جالبه مگه نه مطمئنم زمانی که به بهش برم یحیی تمی دنده میاد پیشم و میگه چرا به مردم گفتی که از دلخور شده بودم ها چرا اینو گفتی انتظارات برآورده نشده باعث دلخوری میشه یحیی انتظار داشت بیاد و اونو از زندان رها کنه یا حداقل به ملاقاتش بیاد برام این وقتی این انتظار برآورده نشد یحیی دلخور شد میخوام بگم وقتی انتظار از دوستمون داریم که به اون انتظار عمل نمیکنه دلخور میشیم وقتی انتظار داریم رئیسمون یا کارمندمون کاری رو انجام بده ولی به انتظار ما عمل نمیکنه ما دلخور میشیم وقتی انتظار داریم رهبری روحانی کاری انجام بده و اون این کار رو انجام نمیده ما دلخور میشیم بعضی وقتا بابت چیزای پیش پا افتاده دلخور میشیم مثلا مثلا ممکنه همسرتون ناراحت باشه و ازش بپرسید چی شده؟ اوه چی شده؟ جینی بابت کیکی که برای مهمونیش پخته بودم ازم تشکر نکرد شما میگین شاید خب دستش من بوده یادش رفته همسرتون میگه خب نباید یادش بره نباید یادش میرفت ناگهان میبینید که همسرتون دلخور شده چیزایی که باعث دلخوری ما میشن واقعا بعضی وقتها عجیبن میدونید که شخصی در کتاب مقدس سنگ مصادم و صخره لغزش نامیده شده میدونید این شخص کیه؟ عیسی مسیح رومیان باب نو های سی, سی چنان که مکتوب است که اینک در صهیون سنگی مصادم و صخره لغزش می هم و هر که برو ایمان آورد خجل نخواهد گردید در اینجا کلمه ربطی هست که میشه به عنوان کلمه اما یا ولی اونو ترجمه کرد عیسی یا یا سخره لغزش زندگی شما خواهد بود یا سخره ای که خونتون رو روش بنا میکنید میتونید اینو توییت کنید <applause> خب میتونید توییتش هم نکنید خودتون میدونید ولی به نظرم جمله خوبیه من هیجان زده میشم چون شما فکر میکنید من به خودم افتخار میکنم نه من در حال مطالعه بودم که خداوند این جمله رو در ذهنم قرار داد و به خداوند گفتم این جمله قشنگه و باعث میشه مردم فکر کنن من خیلی باوشم ایسا یا برای شما صخره لغزش خواهد بود یا سنگی که خونتون و روش بنا میکنید مردم در مواجهه با ایسا یا از روی یا از روی این سنگ میفتن یا خونشون رو برون اون بنا میکنن پس نفرت قبل از قتله و دلخوری قبل از خشم و انتظارات برآورده نشده باعث میشه دلخور بشین ولی حالا باید به سراغ بحث محبت بریم چه چیزی قبل از محبته شماره پنج بخشش قبل از محبته بخشش قبل از محبته ما باب به پنج آیه 43 و 44 شنیدید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن اما من به شما میگم دشمنان خودتون رو دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید چطور میتونید کسی رو که از شما متنفره و نسبت به شما دشمنی داره محبت کنید ساده است باید باید اونارو ببخش باید ببخشید بهتون میگم کلمه یونانی که برای بخشش به کار گرفته میشه چیه ولی بذارید بهتون نشون بدم چطور نفرت به قتل میرسه و بخشش ما رو به سمت محبت میبره بعدا کل بحث و با یه داستان از کتاب مقدس جمعبندی میکنم نفرت ما رو به قتل و بخشش ما رو به محبت هدایت میکنه داستان یعقوب و ایسو یعقوب حق نخوزادگی و برکتش رو از پدرش میدازه پیدایش 27 آیه 41 چون اسحاق دعای برکت را برای یعقوب خانده بود ایسو با یعقوب دشمن شد او با خودش گفت وقت مردن پدرم نزدیک است بعد از آن یعقوب را میکشم پس با او دشمن شد و قصد داشت یعقوب را بکشه پس دشمنی و نفرت به قتل منجر میشه دشمنی و نفرت به قتل منجر میشه در حقیقت 20 سال بعد یعنی بعد از گذشته 20 سال ببینید چه اتفاقی میافته پیدایش باب باب 33 آیه 1 یعقوب دید که ایسو با 400 نفر مرد می آید. اینجا یعقوب به سرزمین پدری خودش برمیگرده وقتی میگیم به سرزمین پدریش برگشته منظورم جاییه که با ایسو ملاقات میکنه یعقوب دید که ایسو با 400 نفر مرد میاد خب اگه کسی با شما دشمنه و با 400 نفر به استقبالتون بیاد چه فکری میکنید ولی ببینید چه اتفاقی میفته آیه چار رو میخونم ولی ایسو دوید و به استقبال یعقوب رفت دستش را به گردن او انداخت و او را بوسید آنها هر دو گریه میکردند چطور ایسو از دشمنی با یعقوب میتونه یه دفعه اونو دوست داشته باشه و بهش محبت کنه چون اونو چون اونو بخشیده این تنها راهه و تقریبا میخوام به سراغ نکته شش برم البته من هیچ وقت در پیغام ها 6 نکته رو نگفتم <applause> پس بذارید بپرسم چه چیزی قبل از بخشش میاد <applause> پاسخ فیزه یه پله عقب تر میریم خب چطور باید دیگرانو ببخشید؟ بخشیدن به معنی اینه که نسبت به شخصی فیض دارین چطور میتونید نسبت به کسی فیض داشته باشید اول باید فیض رو دریافت کنید اگه فیزی دریافت نکرده باشید نمیتونید نسبت به دیگران فیض داشته باشید اگه با بخشیدن مشکل دارید یعنی با دریافت بخشش مشکل دارید متا با به دهای هشت مفت یافته اید مفت بدهید اگه چیزی رو مفت به دست نیاورده باشید مفت هم نمیتونید اونو به دیگران بدید اگه احساس کنید که باید بخشش خداوند رو با عملتون به دست بیارید کاری میکنید که مردمم با عملشون بخشش شما رو به دست بیارن ولی وقتی که فیزه خداوند رو به رایگان دریافت کنید و درک کنید که علا اینکه لایق نبودین بخشیده شده این افرادی که لایق بخشش نیستن و میبخشی کلمه یونانی بخشش به چه معنیه؟ به معنی آزاد کردن معنیش آزاد کردنه وقتی خداوند شما رو بخشید شما رو از محکومیت آزاد کرد شما رو از مرگ و از اسارت گناه آزاد کرد پس وقتی کسی رو میبخشید معنیش اینه که اون شخص رو آزاد میکنید من یه بار از دست کسی ناراحت بودم دائما اتفاقی که افتاده بود و تو ذهنم تکرار میکردم تا حالا این کارو کردین اون به من دروغ گفت ساعت دو صبح بود ساعت دو صبح بود و من داشتم اتفاقی که افتاده بود و تو ذهنم بارها تکرار میکردم نمیدونم تا حالا اینو تو قلبتون شنیدین یا نه ولی ناگهان احساس کردم خداوند در قلبم فریاد زد ببخشش درست به همین بلندی من به خداوند گفتم مثلا دارم سعی میکنم ببخشم خداوند به همین بلندی تو قلبم فریاد زد ببخشش میدونید همینطوری به هم گفت تو قلبم گفتم گفتم ولی خداوند کاری که اون انجام داده اشتباه بود و هیچ وقت اینو یادم نمیره خداوند گفت معلومه که اشتباه کرده کسی که اشتباه نکرده بخشیدن لازم نداره این شیرینی ها رو برای شما پختم باشه بخشیدمت افرادی که باهاتون خوب رفتار کردن و که نباید ببخشید باید افرادی رو ببخشید که با شما بد رفتاری کردن و به شما آسیب زدن کسایی که ناراحتتون کردن باید اونا رو ببخشین باید ببخشیدشون ببخشین واقعا نگران نیستم که یکی از شما مرتکب قتل بشه فکر نمی کنم هیچ وقت چنین کاری انجام بدید ولی نگران هستم که در دام شیطان بیفتین نگران هستم که در این دام اسیر بشین و از مردم متنفر بشین از دستشون عصبانی بشین و نتونین اونا رو ببخشید من از این پیغام ها خیلی لذت میبرم چون تا به حال هیچ وقت به ده فرمان به این شکل نگاه نکرده بودم اما حالا می بینم پشت هر فرمان خداوند یک اصل وجود داره که در رابطه ما با خداوند و دیگران به ما کمک میکنه میخوام راجع به فرمانی که امروز در مورد صحبت کردیم بگم خیلی چیزا هست که به قتل میرسه این قتل ممکنه در قلبتون اتفاق بیفته نفرت آه. انتظارات برآورده نشده و دلخوری ها میتونه از عوامل این مسئله باشه میخوام شما رو تشویق کنم که اگر روح القدس دست بر روی نقطه ای از زندگیتون گذاشته احساس محکومیت نکنید بلکه اجازه بدید روح القدس شما رو به غیرت بیاره و بذارید با قدرت فیض و بخشش روح القدس اون قسمت از زندگی شما شفا پیدا کنه در نهایت از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار ممنونم